با امید تو سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز و هر کدام از شما عزیزی که بیننده برنامه هستین. خوشحال هستم که با برنامه روشنا یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که آخرین روز هفته تان به خوبی و خوشی باشه و آرامش، نشاط، شادمانی همراه همیشگی شما عزیزان باشه، شما و همه اعضای خانواده تان که همکنون بیننده برنامه روشنا هستین. امید دارم که هر چی که در دل داری به مراد دل برسی و حاجت های همگی تان با توکل به خدای بزرگ برآورده باشه و روزها و هفته های به خوبی و خوشی را گذرانده باشین. عزیزان بیننده، برنامه روشنا هست که تقدیم شما عزیزان میشه از شبکه هادی بخش فارسی دری. همراه شما عزیزان هستیم و تا آخرین لحظات همراهی کنین برنامه خودتان را. و همه شما عزیزان میفهمین و متوجه هستین که ما در این زندگی که خداوند هدیه برای ما آفریده، یعنی خداوند این زندگی را مثل یک هدیه برای ما داده و جزء محبت‌های الهی خداوند هست و ما اجازه نداریم که این هدیه خداوند و این هدیه بزرگی را که خداوند در اختیار ما قرار داده را به بتالت بگذرانیم، با فقر، با حسرت، با افسردگی، با تنبلی بگذرانیم. ما اجازه نداریم این هدیه آسمانی را و این زندگی را با بی هدفی، با بی انگیزگی، با نداشتن یک آرمان، با نداشتن با یک هدف خوب پیش ببریم. و لحظات و ثانیه ها در گذر هستند. این روز و روزگار می‌گذرند و ما باید از لحظه لحظه او با داشتن یک برنامه‌ریزی دقیق، با داشتن یک هدف مشخص زندگی را پیش ببریم و نمانیم که هدر بره. عزیزان بیننده، واقف هستم به این موضوع که شما عزیزان همیشه در زندگیتان هدفمند بودین و با هدف زندگی خودتان را پیش بردین و شاهد موفقیت ها هم بودین. خب اما چرا از هدف صحبت کردیم و ای که زندگی باید هدفمند باشه؟ میخواییم که در رابطه با هدف با شما عزیزان صحبت‌هایی داشته باشیم و همچنین راه‌های هدف تربیتی، اهداف تربیتی امام سجاد علیه السلام را در صحیفه سجادیه هم بررسی کنیم. خانم عالمی عزیز هم در استودیو هستند. سلام علیکم می‌کنیم خدمتشان و خوش آمدید میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگوار و همه بینندگان محترم. انشالله که جور و صحتمند باشن و از خداوند متعال برایشان آرزوی موفقیت‌های روزافزون را دارم. زنده باشین، تشکر. حالا معلمی، اهداف تربیتی امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه عنوان برنامه ما هست. ولی خب قبل از اینکه بریم به اهداف تربیتی امام سجاد علیه السلام بپردازیم، می‌خوایم که یکم در رابطه با خود هدف صحبت کنیم. ای که زندگی باید هدفمند باشه. زندگی بدون هدف معنی نداره. چرا اینطوریه؟ هدف چی هست و چرایی هدف چی هست؟ یعنی ضرورت هدف چی هست که ما در زندگی چرا باید هدفمند باشیم؟ بله، خب این مثلا هسته که ما وقتی که یک برنامه رو در زندگی خودمون میخواییم پیاده کنیم، در هر برنامه، حالا ممکن است یک برنامه اقتصادی باشه، یک برنامه اجتماعی باشه، سیاسی باشه، معنوی باشه، همین هر قسم برنامه‌ای که باشه ما بخوایم در زندگی خودمون پیاده کنیم، اگر برای او برنامه خودمون هدف قائل باشیم، قطعا میزان موفقیت ما بیشتر خواهد بود. خب این هدف اصلا چی هستن؟ هدف اون نقطه مطلوبی هستن، یعنی یک ایده هست، یک ایدئال هست که یک شخصی که نقطه مطلوب را در برای خودش در نظر میگیره، درسته، حالا در یک برنامه و میخواد که تمام تلاش چی هست که به اون نقطه مطلوب دست پیدا کنم. و حالا خب چرا برای این که ما بخوایم، چطور هست که میگیم خب برای برنامه خود زندگی خودمون باید هدف داشته باشیم؟ اصلا چه ضرورت داره که ما هدف داشته باشیم؟ خب میگیم خب برنامه ما این هستن، به طور مثال ما میخوایم که یک انسان موفق باشم. خب این میشه هدف ما. این برنامه ما این هست که یک انسان موفق باشیم، یا برنامه این هست که در یک رشته خوب تحصیل کنم. خب اینجا اگر ما هدف را مشخص کنیم و دقیق بیایم این را بیان کنیم و برای خودمون معین کنیم،
هیچ چیز تفاوت داره، یعنی که اگر بخوایم نه همینطور یک برنامه رو داشته باشیم و یک چیزی در ذهنمان باشه و بر اساس او پیش بریم. بله خب قطعا این متفاوت است، این شخصی که میایه بر اساس او برنامه خودش، حالا هر برنامه که هسته چه در زمینه اقتصادی هسته چه اجتماعی و چه تحصیلی، اگر بیایه یک نقطه هدفی را برای خودش معین کنه، بله. تمام ذهنش متمرکز او هدف میشن، درسته. یعنی مشخص میشه که بر اساس چه ختمشی باید این حرکت کنه، پیش بره، هدف. و او هدف اگر مشخص باشه، هم انگیزهش برای رسیدن به او هدف قوی تر میشه، و درسته. هم باعث میشه که خب در راه عمل به خودش وادار کنه، بگه خب من هدفم این هسته، یک نقطه مشخصی یک برای به عنوان هدف برای خودم تعیین کردم، خب حال راحت میتونم که او چون او هدف همیشه در ذهنم مشخص هست و این بر من معین هست، بنابراین خودم رو مجبور میکنم که به سمت هدف حرکت کنم. بله، پس یعنی هدف نقطه در زندگی ما جز ضروریات زندگی است. دقیقاً این نقطه حرکت و عملی این که ما بخوایم برنامه‌های زندگی خودمون رو در زندگی خودمون پیاده کنیم، این هست که ما حتما یک هدفی را برای خودمون داشته باشیم. حالا اگر کسانی هدف نداشته باشن چه مشکلاتی در زندگی برشون خب ایجاد این میشه؟ نداشتن هدف اولین مشکلش این هست که با یک نوع سردرگمی و ابهام برخورد میکنن. بله. میگه که خب من میخوایم یک شخص مفیدی برای جامعه باشم. میگه یک شخص مفید برای جامعه باشم، برنامه می هست که یک شخص مفید برای خودم بشم در آینده. یعنی اون رو جز هدف خود قرار میده؟ این یک برنامه زندگیش هست به طور مثال. یا مثلا میخواد که یک شخصی باشه که با ایمان باشه. ولی خب هدف مشخصی، یعنی یک هدف مشخصی رو برای خودش نداره، برنامه زندگیش مشخصه. یعنی بالاخره میخوای یک شخصی باشه که هم مفید باشه، هم با ایمان باشه، هم میخوای یک انسان خوب باشه. بله. به طور کل میخوای یک آدم مفیدی باشه، ولی اینها هدف نیست، اینها یک برنامه های زندگی هستن. هدف یک نقطه کاملا مشخص و معین هست. او کسی که هدف نداره، بله، برای که بخواد در زندگی خودش موفق بشه، بله، خب این با سردرگمی مواجه میشه، برای که نمیدونه که واقعا از کدوم مسیر بخواد به موفقیت دست یا برای بکنه. چی چیزی تلاش کنه؟ دقیقاً برای چه چیزی تلاش کنه؟ اگر میخواد یک شخصی موفقی باشه، خب در چه مسیری باید تلاش کنه؟ اگر میخواد یک شخصی باشه که مؤمن باشه، خب چه مسیرهایی رو باید طی کنه؟ اصلا این دقیقاً ایما با ایمان بودن و با معنویت بودن، اینها دقیقاً اون هدف غایت و نهایتش به چی هست؟ درست. و این نقطه چون مشخص نیست، بنابراین اینها ممکنه به راحتی در مسیر زندگیشون با شکست مواجه بشن. یعنی همه افراد باید هدفمند باشن؟ یعنی سن و سال به ربطی به سن و سال و نمیفهمم زن یا مرد و ایگپا نیست؟ قطعا همینطور است، همه انسان ها قطعا همینطور است. و این که خب ما بگیم که اطفال میخواین اینها در زندگیشون اهداف داشته باشن، اینا هم اگر طور تربیت بشه که ما اگه خودمون این یه شخصی باشیم که همیشه یک شخص هدفمند باشیم و در تمام برنامه های زندگی خودمون هدف ما، یعنی هدف گذاری یعنی جزء سرلوحه برنامه ما باشه، خب اگر فرزندان خودمون رو به همین شکل تربیت بکنیم، خب اونها هم از همون سنین طفلی، یعنی از همون زمان سنین کودکی، اینها آموزش میبینن که تمام اون برنامه های زندگیشون رو هدفمند اینها طی کنن. مثلا یک از فرزندان ما تصمیم میگیره، میگه که من میخوایم در فلان رشته تحصیل تحصیلی ادامه بتم، مثلا دکتر شوم، یا مثلا میخوایم که انجینیر شوم، یا میخوایم معلم شوم. این میشه یک هدف، درست است؟ دقیقاً. خب و یک مادر یک خانه مثلا تصمیم میگیره میگه که خب من قصد دارم که یک مادر نمونه باشم، یا مثلا میخوایم که در فلان آشپزی یا خانه‌داری یک هنری یا یک مهارت علمی داشته باشم. این میشه هدف؟ قطعا. این که مشخص بشه، این یک نقطه مطلوب، وقتی میگیم نقطه مطلوب یعنی یک نتیجه مشخصی رو ما در نظر گرفته بگیریم. بله. و بر اساس اون نتیجه مشخص، یعنی اون نقطه مطلوب خودمون، درست، اون ایدئال مطلوب خودمون، ما مسیر رو بپیماییم. و ضروریات او چی است؟ چرا؟ چراییشه؟ چراییش هم همین هست که اینها به ما انگیزه میده. یعنی اگر ما هدف نداشته باشیم، قدرت انگیزه ما خیلی پایین میاد. یعنی وقتی که هدف، شما تصور کنید در همین مسیر به طور مثال تعلیم و تربیت، بله، که ما مثلا موضوع برنامه ما هست که میگیم که در بحث تربیت اگر نقطه
اون نهایی و اون هدف نهایی، بله اون مطلوب و ایدئال ما مشخص نباشه، درسته. بنابراین به نظر شما چطور ممکن است که ما بتونیم به اون نقطه ایدئال خودمون دست پیدا کنیم؟ ممکن است سردرگم بشیم در درست، برای رسیدن به اون نقطه مطلوب خودمون، ممکن است حتی با شکست مواجه بشیم، بله، چرا که ممکن است انگیزه های لازم را نداشته باشیم، روش هایش رو بلد نباشیم، اصول و تمام اون اصول و روش های تربیتی برگرفته هست از همین اهداف تربیتی. این اهداف تربیتی ما باید مشخص باشه تا ما بتونیم اصول و روش ها را بر مبانی اون اهداف پیاده کنیم. درسته، بله. خب، پس این ضروریاتش هست، این یعنی ضروریش که جز ضروریات زندگی هستی که ما هدف داشته باشیم، هدفمند باشیم. حالا اگر امکانش هست که مثلا یک فردی یا پدر یا خانواده باشه بگویه که خب من در مسیر زندگی، خب هدفم ایست که بتانم یک زندگی خوب را برای فرزندانم مهیا کنم، یا برای اولادانم، برای همسرم، برای خودم، علاوه رفاهیات امکانات و اقتصاد و معیشت و زندگی. خب خودش یک هدف است، درست است؟ بله، این هدف خیلی کلی هست. باز بهتر هست که میگن که باید جزئی شه هدف. دقیقاً همینطور است. یعنی ما وقتی میگیم که اهداف اقتصادی داریم، اهداف اجتماعی داریم، اهداف سیاسی، حتی اهداف تحصیلی، اینا علمی و معنوی داریم، این اهداف که حالا باز وارد جزئیات خود هدف هم میشیم، میگیم که هدف باید یک سری ویژگی هایی هم داشته باشه. درست، یعنی هدف، اگر ما ویژگی های هدف را ما برای اهداف اگه بدونیم که واقعا چه ویژگی‌هایی داشته باشن، اون موقع هست که میتونیم یک هدفی را انتخاب کنیم که اون هدف حاصل داشته باشه، یعنی نتیجه داشته باشه. تلاش ما برای رسیدن به اون هدف بی نتیجه نباشه. دقیقاً همینطور است. و همین که حالا شما فرمودین، در ادامهش ما میگیم که هدف باید یک سری ویژگی هایی هم داشته باشه. خب ویژگی ها رو بانیم بعد از یک میان برنامه. انشالله. و چقدر این حساس و مهم از خانم عالمی، گاهی وقتا مشکلاتی که در زندگی پیش میایه، حالا هر رقم مشکل، امکان داره که امکان داره مثلا بی برنامگی، نامنظم بودن زندگی و یا بسیاری از سختی ها، مشکلاتی که در زندگی احساس میکنن، چه علاوه فقر، چه علاوه نفاق، یا هر موضوعی که در محیط جمع خانواده ایجاد میشه، شاید دلیلش همین نداشتن یک هدف است در زندگی. دقیقاً. که بی‌نظم هستن، سردرگم هستن، ویژگی های هدف و شما بیان کردین. حالا خب بیشتر در بعد از یک میان برنامه با جزئیات کاملتر صحبت میکنیم و ویژگی های از او را بیان میکنیم. بعد شما عزیزان همراه ما باشین بعد از یک وقفه. تشکر از همراهی همه شما عزیزان بیننده که همیشه برنامه ریزی کردین و نشستین و برنامه روشنا را میبینین همراه با جمع اعضای خانواده محترمتان. بسیار خوشحال هستیم که هر روز بیننده برنامه روشنا هستین. میتونین با ما در ارتباط باشین و شماره واتساپی را و نمبر واتساپی را که برای شما عزیزان دیدین نویس میکنن و ما هم براتون میگم با ما حتما در ارتباط باشین و سوال، پیشنهاد، انتقاد و هر سوالی که دارین ما در خدمت هستیم و پاسخگو خواهیم بود. مثبت 964-780-255-413 نمبر ما هست و با ما در ارتباط باشین. و هم ما یک مژده خدمت شما خانواده های عزیز، شما والدین عزیزی که به هر حال نگران تحصیل فرزندانتان بودین، به خصوص فرزندان دخترتان که با توجه به مشکلات جامعه ما دچار مشکل شدن و نمیتونن به مکتب برن، یک مژده بسیار عالی و خوب که شبکه هادی با مکتب هادی باعث شده که یک شرایطی را مهیا کنن برای که شما عزیزان، فرزندان شما عزیزان و دختران شما عزیزان بتانن که از این طریق تحصیل کنن، آموزش ببینن و راهی را برای کسب علم و دانش ایجاد کردن برای شما عزیزان. انشالله که استفاده ببریم از این شرایطی که ایجاد شده، چرا که مطمئن هستم که شما عزیزان، شما دختران عزیز ما بسیار علاقه من هستین به تحصیل علم و دانش و ای که دخانه بودن حتماً نگران بودن ای که چه خواد شد این تحصیل شما و علم و آموزی شما و این شرایط حال مهیا شده تقدیم شما. امیدوار هستم که
جستجو کنین و مطمئن باشین و ببینین که چه زمانی پخش میشه، از طریق آنلاین هست و از طریق شبکه خود هادی، از طریق این راه ها میتونین که این آموزش ها را کسب کنین. بسیار زیاد عالی و امیدوار هستم که حتما حتما برنامه ریزی دقیق داشته باشین. در ادامه صحبت هستیم، هدف های تربیتی امام سجاد علیه السلام و اهداف و ویژگی های او. خب خانم معلمی، هدف تعریف کردیم و ضرورت او را گفتیم و گفتیم که اگر هدف در زندگی نباشه مطمئنن ما دچار سردرگمی میشیم و به مقصد نمیرسیم، به جایی که باعث بشه که ما در او زندگی موفقیت ها را کسب کنیم مطمئن باشیم که نمیرسیم، چرا که نداشتن هدف خودش یک مانع بسیار بزرگی هست برای ما. حالا ویژگی های هدف چی هست؟ چه ویژگی هایی داره هدف؟ اولین و ضرورترین ویژگی که باید یک هدف داشته باشه این که هدف بر اساس واقعیت ها باشه، یعنی اون هدفی رو که ما تعیین میکنیم یک مسئله دور از ذهن نباشه، در غیر قابل تصور نباشه. ممکن است هدف دست نیافتنی باشه، یعنی باید دور از دست باشه برای اینکه ما برای رسیدن به او تلاش کنیم. یک چیزی این خیلی امکان داره که به طور مثال ما یک شخصی هستیم که در یک از لحاظ مادی در یک وضعیت خب نامطلوبی هستیم، تا یکی از اهداف ما هست که یک شخص ثروتمندی باشیم. خب این ثروتمند شدن یک امر غیر ممکن نیست، ممکن است دور از دست رس باشه ولی یک امر غیر ممکن نیست، یک امر واقعی هست. یعنی اولین مشخصه هدف این هست که بر اساس واقعیت های ما باشه و ما بتونیم اون رو با حواس خودمون تصور کنیم، در ذهن خودمون واقعا تصور کنیم که آیا این هدف شدنی هست یا نیست. یعنی واقعی بین باشیم، واقعی بین باشیم در حقیقت، یعنی که تصمیم بگیریم، یعنی هدف را انتخاب کنیم که بر اساس توانمندی ما باشه، بر اساس استعداد ما باشه، از او فراتر نباشه. اینها هم میتونه هم دقیقاً هم میتونه استعدادها و توانایی‌های ما رو شامل باشه و هم اون چیزی باشه که در عالم امکان اصلا قابل دسترسی باشه. یعنی اینطور نباشه که ما بگیم که خب پس بنابراین من یک هدفی رو بگم در ذهن خودم تصور کنم، بله، که اصلا بر واقعیت های دنیا اصلا تطبیق قابل تطبیق نباشه. و او دقیقا همین حرفی که شما گفتیم، یعنی توانایی ها و استعداد های ما قدرت رسیدن به اون هدف را داشته باشه. درسته. و یکی این هست و مشخصه بعدش این هست که هدف تا جایی که امکان داره باید جزئی بشن، یعنی از کلیگویی در هدف، در تعیین هدف ما خودداری کنیم. اگه بخوایم کلیگویی کنیم قطعا اون هدف نامشخص میمونه و بازم در حالی از ابهام میمونه و این باعث میشه که خب ما سردرگم بشیم. و طور مثال ما میگیم که خب من دوست دارم که تحصیلات عالیه داشته باشم، این مثلا هدف ما باشه. خب این تحصیلات عالی در چه رشته‌ای، در چه زمینه‌ای، چگونه باشه؟ باید. این دقیقا باید مشخص باشه. مثلا مثال من میگم که خب من میخوام در آینده، یک نوجوانی میگه که من در آینده میخوام یک پزشک حاذقه بشم، یک دکتر حاذقه بشم. خب این خودش میتونه یک هدف باشه، ولی اینکه بگه که خب من میخوام تحصیلات عالی داشته باشم، این دیگه مشخصا نمیتونه مثلا اون شخص را به اون هدف، به اون هدفی که میخواد برسونه. و جزئی کردن این هدف خودش بسیار میتونه کمک کننده باشه. درسته. و یک مشخصه خیلی دیگه هم که داره هدف اینه که اهداف باید مثبت باشن. خانم زهری عزیز، بعضی هستن انتقاد کردیم، میگه که خب ان شاءالله که ما هیچ وقت خار نشیم در زندگیم، تمام آرزوم هست که در زندگیم خار نشم، ذلیل نشم. خب این خودش میتونه یکی بار مثبت داره، اما ما میبینیم که اون جملاتی که ما استفاده کردیم، اون کلماتی که ما استفاده میکنیم در این هدف، خب یک از کلمات مثبتی نیست حقیقتا. بله. این که ما مثلا میگیم که همیشه، چرا، یعنی روی هدف ما تاثیر میمونه؟ قطعا همینطوره. وقتی که ما هدفی رو که ما میخواییم تعیین کنیم بر اساس با کلمات مثبت اینها مثلا تعیین بشه. درست. مثلا مثلا هدف ما این هست که یک شخصی باشم که، حالا اینکه میگیم یک شخصی باشیم که عاقبت ما به خیر بشه، به طور مثال من میخوام یک، میگم تمام این کارها رو انجام میدم برای اینکه عاقبت به خیر باشم. یعنی هدف ما در زندگی عاقبت به خیری هست. دقیقا. خودش یکی انرژی مثبتی میده. در حقیقت کلمات منفی
خانم زهری عزیز، کلمات معرفی بسیار بار منفی دارن، بله خیلی بار منفی دارن. یعنی درسته. که ما میخوایم همیشه مثلا بگیم که خب من میخوایم که به طور مثال در تعیین هدف میگیم که من میخوام ثروتمند بشم برای که بتوانم از فلان شخص پیشی بگیرم. خب این ثروتمند شدن خوب هست، اما این که بخوایم که بگیم که خب من میخوام از فلان شخص پیشی بگیرم، خودش یک بار منفی داره و باعث میشه که او انرژی ما خیلی تحلیل بره. شما خودتون میدونید که وقتی که نسبت به یک کلمات مثبت، اگه ما هر چقدر کلمات مثبت رو در ذهن خودمون پرورش بدیم، همونقدر که به ما انگیزه میده، کلمات منفی و احساسات منفی خیلی از ما انرژی میگیره. بله. مثل حس حسادت، حس رقابت منفی و احساس کوچک بودن، احساس توان داشت، هم عزت نفس نداشتن، اینها از ما یک انرژی رو کم میکنه. درسته. نه تنها به ما انرژی نمیده که بلکه از ما انرژی کم میکنه. بنابراین داشتن کاملا حذف کنیم، دقیقا اینها رو حذف کنیم، همیشه کلمات منفی رو حذف کنیم. دقیقا. حالا بسیار وقتا دیده در بعضی جا که میبرن یکی دیگر رو میبینن میگن خسته نباشین، مانده نباشین. دقیقا. خب همین مانده نباشید یا خسته نباشید خودش یک نوع بار منفی داره. اصلا همون لحظه یک شخص رو دقیقا میگیم خدا قوت. بله. و این بسیار کلمات بر روی در رفتارهای در زندگی ما خیلی تاثیر داره. و توی هدف همینطور است که میگن هدف باید مثبت باشه، نه اینکه حالا یک هدف مثبتی از راه دیگه همونطور که من گفتم که بگیم که خب شخص بگه که من خب در زندگی میجا خار نشوم. حالا این هدف میتونه که به خاطر ازی باشه که بگه که مثلا من موفق باشم یا حیثیت مثلا در پیش کلگی بالا بره، این خود ازی میتونه یک نوع هدف باشه؟ بله قطعا. اگه بار مثبت میگم، اگه جملات کلمات ما این که میگیم، این شخصی که میگه میخوای من هیچ وقت خار و ذلیل نشم، این که در حقیقت میخواد که یک بارش مثبته، ولی اون کلماتی که استفاده کرده منفیه. ولی این که شخصی میگه ما میخوام یک شخصی باشم که عزیز باشم، خب خیلی موفق باشم یا عزیز باشم، عزتمند باشم. این که میخوایم یک شخصی باشم که در بین مردم به قول معروف اون ارج و قرب رو داشته باشم، در یک جایگاه اجتماعی بالا باشم، اینها خودش میتونه اهداف باشه. البته همونطور که با اون مسئله گفتم باید جزئی باشه، مشخص باشه، عقلایی باشه و مثبت باشه. و اینکه اهداف، یکی دیگه از ویژگی‌های اهداف اینه که میگه قابل اندازه‌گیری باشه. یعنی ما تا جایی که میتونیم اهدافمون رو طوری بیایم دسته‌بندی کنیم در زندگی که اینها قابل اندازه‌گیری باشه. یعنی طور نباشه که هدف کلی باشه که مشخص نباشه که من مثلا در چه زمانی بخوایم به او هدف دست پیدا کنم. به طور مثال یک شخص میگه که من میخوام یک فردی باشم که ثروتمند باشم. خب این ثروت یعنی دقیقاً تا چه محدوده ای؟ هرچی بیشتر بهتر. خب بالاخره این خود این که میگه هر چقدر بیشتر بهتر، همین تعیین کننده این هست که من چقدر میخوام تلاش کنم برای رسیدن به هدف. یا خانم عالمی اینو باید دقیق تر بگوین، یعنی چی که هدف باید اندازه گیری داشته باشه؟ یعنی چی این اندازه‌ای که میگیم؟ هم به لحاظ این باشه که زمان مشخص باشه برای ما، که من برای رسیدن به یه هدف چه زمانی رو میخوایم تعیین کنم و یه مقدارش چی باشه. یا همین بحث ثروت هست، همین بحث تحصیلات. خب یه شخصی میخواد میگه که من میخوام تحصیلات عالیه داشته باشم در زمینه فلان رشته. خب وقتی که میگه که در زمینه فلان رشته، خب من میخوام ببینم که چه مدت زمانی رو میخوایم طی کنم برای که به او هدف برسم. یک زمانش برای من مشخص هست و خب زمانش خود یک نفر میتونه مشخص کنه، چرا که هدف، خب هدف مشخص میکنه. فکر میکنی مثلا میگه که خب هدف من این قسمت هست، میخوایم به این نقطه برسم. بله. خب ای که در مسیر از او چه موانعی قرار میگیره، موانعی هست دیگه. بله. هر حال. بله قطعا خب همینطوره. شاید بسیاری از موانعی در مسیر راه او باشه که او متوجه نباشه. بله درست. خب اونا رو که نمیتونه پیش بینی کنه، اونا قابل پیش بینی نیست. اما پس آیا اون زمانه میتونه اون مشخص کنه، زمان رسیدن به هدف خدا؟ مشخص کردن زمان باعث میشه که وقتی ما وقتی به موانع میرسیم متوجه باشیم که یک زمانی رو برای خودمون تعیین کردیم. اگر زمان برای ما مشخص نباشه، خانم زوریش، ما تصور کنیم که یک شخصی میخواد تصمیم بگیره که بگه که ما میخواییم که زبان انگلیسی را مسلط بشم. خب اگر برای خودش زمان مشخصی تعیین نکنه، حالا این زمان هم با کارشناسی شده باشه، درسته، که مثلا با یک شخصی مشورت کنه بگه که خب تو میتونی در طی 4 سال زبان انگلیسی را کاملا مسلط بشی. یعنی اگر زمان برای ما معلوم نباشه شاید برش مهم نباشه، دقیقا. شاید 5 سال 6 سال طول بکشه، اصلا ممکنه یک عمر بده بدون بالاش واقعا نرسه به هدفش.
مشخص کنه. زمان رو و بر اساس اون هدفی که داره. بعضی اهداف هست که خب می‌بینیم که یک زمان خیلی شاید الی الابد رو داشته باشه. به طور مثال همین بحث نزدیکی به خداوند، یعنی قرب الهی، اینکه ما می‌خوایم به خداوند نزدیک باشیم، یک چیزیه که ما می‌خوایم در طول تمام سال‌های زندگیم اینا ما جزء هدف قرار میدم. او که درست. او یک هست. این ولی برخی از اهداف هستن که اینها باید برایشون زمان بندی تعیین بشه. به طور مثال همین بحث تحصیل هست. درست. یا خیلی از فعالیت اقتصادی بله. که ما داریم. پس حتما باید زمان رو مشخص کنیم که ما در جایی چه زمانی باید به هدف خودمون برسیم. یک محدود زمانی برای او مشخص باشه. اینطور نباشه که حالا دقیق بگیم، ولی یک محدود زمانی رو تا جایی که امکان داره برای او مشخص کنیم تا بتونیم بر اساس اون زمان ما به اون هدفمون زودتر نائل بشیم. چون که برخی از اهداف اصلا بدون تعیین زمان اصلا موفقیت در اونها کاملا غیر ممکن هست. درست. خب میان برنامه داریم خانم علیمی، تقدیم عزیزان، همچنان بعد از او ما را همراهی کنیم. عزیزان بیننده، سپاسگزار از حضور گرم همه شما خانواده های عزیز، شما پدرها و مادرهای محترم و همه عزیزانی که بیننده برنامه هستند. و باز هم یک دفعه دیگه مژده‌ای که خدمت شما خواهران عزیزم، دختران عزیز و شما والدین عزیز که با مکتب هادی انشالله که همراه میشین، برنامه ریزی دقیق انجام میتین و میبینین که در چه زمانی نشر میشه این مکتب هادی که در او آموزش های لازم را علاوه تعلیم و تربیت و همچنین درس ها و دروس هایی که تقدیم شما عزیزان میشه. شما دخترای عزیزی که بازمانده از تحصیل هستین حتما برنامه ریزی داشته باشین که همگام و همراه باشین. و اما ادامه صحبت در رابطه با هدف های تربیتی امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه و همچنین هدف ما بررسی کردیم خدمت شما عزیزان که چقدر این هدف در زندگی اهمیت داره و چه ویژگی هایی داره و چه ضرورت هایی داره. فکر میکنم خانم عالمی هنوز هم ویژگی های هدف باقی هست، درست؟ بله، چون واقعا هدف یک مسئله بسیار مهمی هست. بله. واقعا شناخت هدف و اینکه ما بخوایم اگر ویژگی هایش رو بر اون ویژگی های هدف ما اشراف داشته باشیم، قطعا در تعیین هدف و مصادیق اون کمتر دچار خطا و اشتباه میشیم و انشالله درصد موفقیتمون هم بیشتر خواهد بود. بله. یکی دیگه از ویژگی های هدف این هست که اون هدف مورد علاقه ما باشه، این یه هدف باشه که با علایق ما و خواستهای ما در تضاد نباشه. به طور مثال خب ما میخواییم هدف ما این هست که تحصیلات خب عالیه داشته باشیم در یک رشته، در چه رشته ای؟ در یک رشته ای که بو علاقه داشته باشیم، میل داشته باشیم. خب اگه ما بخوایم یک رشته تحصیلی رو انتخاب کنیم که خب بر اساس خب علایق دیگران باشه یا مصلحت دیگه پشت او باشن، بله، ولی علاقه و اون خواست ما در نباشه، اون لحاظ نشه، قطعا رسیدن به این هدف هم مشکل خواهد بود. خدا اینجا من یک نکته یادم میاد که برای والدین عزیزی رو باید بیان کنیم و بگوییم که گاهی وقتا خواسته و علاقه و هدفی که خود والدین برای خود داشتن و نرسیدن، اونا را وادار نکنن، اجبار نکنن برای فرزندان خودشان. گاهی وقتا فرزندان مثلا علاقه ندارن به یک رشته تحصیلی یا به یک رشته کاری، ولی خب والدین اونا را اجبار میکنن، مثلا میگن که تو باید انجینیر شوی، به تو باید دکتر شوی، و این هدف اجباری است که فرزندان ما به خاطر والدین باید انتخاب کنن، از آخرشان میبینه که به نتیجه میمانن و کامیاب نمیشن.
بله دقیقا همینطور است و شاید ما این وظیفه تمام وظیفه ما ای باشه که ما جوانان و نوجوانان خودمون را همیشه مشورت بدیم، بگیم که یک هدفی رو در پیش بگیرن بله. که به نفعشون باشه، یعنی ما اونها رو راهنمایی بکنیم، ولی این که بخوایم که اون چیزی رو که برخلاف علاقه اونها باشه و درست ممکن است نیاز جامعه باشه، این همطور بله نیست که همیشه فقط نیاز جامعه رو ما در نظر بگیریم، در کنار نیاز جامعه و حتما او بحث علاقه بسیار مهم هستن و این در تمام شو گفت خانم زهوری در تمام عرصه های زندگی همینطور هست، این ما هر برنامه‌ای که داریم بله. چه برنامه اقتصادی داریم درست. چه برنامه سیاسی داریم، اجتماعی داریم، اگر مطابق با علایق ما نباشه این هدف قطعا با شکست مواجه هست. پس یعنی خانم معلمی هر کسی هدف خودش باید مشخص کنه؟ این که قطعا همینطور است، یعنی ما والدین نمیتونیم برای فرزندان ما هدف مشخص کنیم یا میتونیم راهنمایی کنیم و خودشان بر اساس توانمندی و استعداد هدف مشخص کنن؟ والدین کنن. فرزندان رو تا یک سنی بر اساس یک اهداف اینها رو تربیت میکنن بله. و خب خودتون میدونید که هر یعنی بالاخره با عنوان یک مادر شما با هر بر اساس هر تربیتی که فرزند رو شما همونجور تربیت کردین، ما میبینیم که بچه هم دقیقا فرزندان هم همینطور تقریبا میشه گفت در همون راستا اون هم اهداف خودشون رو تعیین میکنن، ولیکن تعیین هدف حالا اینکه میگیم در مورد فرزندان ما برای اونها هدف رو تعیین کنیم درست. ما همیشه نقش یک راهنما و مشاور در کنار اونها در اینی که خودمون با رفتار خودمون طوری به اونها نشان میدیم که خب ما اهداف کلی خانواده ای هست، برنامه کلی سیاست ها و خطوط کلی خانواده ای هست، حالا بر اساس اون خطوط و سیاست های این خانواده تو باید هدف را مشخص کنی، یعنی اون خطوط و بله این نکته بسیار این خیلی مهم دارم. هست که فرزندان ما در خانواده بدونن که خطوط خانواده چیست، خط قرمزها چیست، بله. سیاست ها و اون چارچوب دقیقاً چارچوب خانواده بر اساس همونها اهداف خودشون رو مشخص کنن و خود والدین هم باید این رو در نظر بگیرن که علاقمندی باید بر اساس توانمندی باشه و دقیقاً یعنی اگر علاقمند باشن ولی خب توانمند نباشن خب بازم اون گپ هست، باز به نتیجه نمیتونن، دقیقاً اینها تکمیل کننده همدیگه هستن بله. و یکی دیگه ویژگی دیگه اهداف این هست که اهداف باید ما رو وارد چالش کنن، یعنی ما یک هدفی رو برای خودمون باید در نظر بگیریم که بر اساس اون هدف یعنی وارد یک چالش هایی بشیم که بتونیم به اون هدف برسیم. این یعنی حالا معنی مفهوم مخالفش رو من بگم که شاید راحت تر قابل فهم بشه، یعنی برخی اهداف هستن بعضی احساس تصور میکنن که خب ما یک هدف رو در نظر بگیریم که برای رسیدن به هدف نیازی نباشه که سختی و زحمت بکشیم، خیلی راحت به اون برسیم. این همچین چیزی تقریبا غیر ممکن هست. بله. یعنی ما هر چیزی رو که در نظر بگیریم باید برای رسیدن به اون باید سختی ها و ناملایمات و اون موانع رو باید پیش بینی کنیم، بله. یعنی باید در نظر داشته باشیم که بله. با یک سختی هایی مواجه هستیم و همین چالش ها و سختی ها هسته که ما را به اهداف میرسونن و جالب هست که هر چقدر که در مسیر اون هدف ما با بله بله. سختی های بیشتری مواجه بشیم، یعنی رسیدن به هدف نیازمند تلاش هست، یعنی ما باید حتما تلاش کنیم، باید حتما کوشش کنیم، باید حتما برنامه ریزی داشته باشیم که بتانیم به هدف برسیم، یعنی تو نمیشه بگیم که خب ما هدف ما را معلوم کردیم ولی خواهش دیگه بیشینیم اما قسم در خانه بگویم که ما که هدف داریم، ما گفتن تو هدفمند باشی حتما موفق میشی، خب ما اون هدف خود را معلوم کردیم ولی چون به نتیجه نرسیدیم، نه دیگه باید هدف خود را که مشخص کردیم با توجه به ضروریتی که شما گفتین، با توجه به ویژگی هایی که شما از هدف گفتین، یکی از او همین تلاش و کوشش هست که باید تلاش و کوشش ما بسیار زیاد دقیق باشه. ولی خب بعضی ها تصور میکنن که یک اهدافی رو بیان برای خودشون در نظر داشته باشن که اینها بتونن از بقولی که از راههایی که نیاز نه به تلاش داشته باشن نه به زحمت باشه که بتونن به اونها یک شبه به اونها برسن و این واقعا یک امر نشدنی هستن، یعنی اگر به چیزی هم به این شکل برسن قطعا اونها برایشون ماندگار نخواهد بود. 3 دقیقه تا آخر برنامه وقت و یکی دیگه از ویژگی‌های هدف که خیلی به نظر من واقعا مهم هست اینه که اون هدف ما رو
به پیشرفت نزدیک کنم. یعنی هدفی نباشه که باعث بشه که ما در زندگی خودمون به عقب برگردیم. این باید اون هدف یک نقطه اوج رو برای ما مشخص کنه درست. که ما بر اساس همون نقطه اوج بتونیم به یک پیشرفتی دست پیدا کنیم، به یک داشته‌هایی داشته باشیم، به حالا یک علمی کسب کنیم یا یه ثروتی هست، حالا هر چیزی که هست. اگر کسی هم هست خانم علمی که قسم انتخاب داشته باشه، تو هدف داشته باشه که مثلا به عقب برگردن، ممکن هست اون راهی رو که انتخاب میکنم، یعنی شاید ممکن هدفش اینه باشه، ولی اون خود اون مسیری رو که داره انتخاب میکنم ممکن است او رو به دقیقاً به یک چیز باشه. پس ناخواسته است ایگر، و حتی ممکن خواسته هم باشه. مثلا یه شخصی بگه که مثلا من میخوام تو زندگیم درسه نداشته باشم، من نمیخوام که در زندگی خودم با این هدف من تو زندگی هم که بدون هیچ دردسری بتونم زندگی کنم. این خودش یک هدفیه که واقعا انسان رو به عقب برمیگردونه، برای که واقعا غیر ممکن هست که یک شخصی در زندگی خودش آرامش داشته باشه، یعنی به آرامش یا به آسایش برسه بدون اینکه بخواد با ناملایمات روبرو بشه. یعنی هستن کسانی که همیشه در یک جا ساکن هستن و اینها هیچ حرکت و تلاش نمی کنن برای اینکه چی؟ برای اینکه من میگم ما خب همین وضعیت برای ما بسیار مطلوب هسته. یعنی وضعیت مطلوب اونها یک وضعیتی هست که هیچ رشد و پیشرفتی برای اونها نیست. یعنی ما خیلی از این افرادی هستیم، افرادی هستن که ارادهای خیلی پایین دارن، افرادی هستن که سست هستن. یعنی نمیگیم افرادی هستن که ممکن است واقعا مشکلات خیلی خاصی ممکن نداشته باشن، ولی افرادی هستن که در همون سطحی که هستن به همون قناعت میکنن و نامش هم میذارن که قناعت و کم توقعی و اینها را واقعا اینها جایگاه داره برای خودش، ولی در یک جاهایی که واقعا اینکه انسان هم در تلاش داره باشه، اهل کوشش باشه، اهل پیشرفت باشه. و واقعا ما دین ما دقیقاً دین انسانی ساکت. که طبیعی و نرمال باشه، خب انسانی است که بسیار علاقمند است که در حال رشد باشه، تلاش به شکوفایی برسه و به کمال برسه. به کمال برسه، یعنی هر روز تلاش میکنه که دقیقاً همینطور است، تلاش داشته باشه که به شکوفایی برسه. ولی واقعا هستن کسایی که من خودم به چشم خودم دیدم که میگه خب من میخوام وارد یک زندگی باشم که توش در سر نباشه. این دقیقاً همینطوره. مثلا من یک کلمه شنو خودم میگم، ما میخوایم با یک کسی ازدواج کنیم که نه پدر داشته باشه نه مادر و هیچ کس نداشته باشه، یک آدمی باشه که خب من بدون هیچ درسر با او زندگی کنم. خب واقعا زندگی همچین تصوری داشتن یعنی یک انسانی که هیچ علاقه و میلی به رشد نداره، به پیشرفت نداره. حالا که... یادم از اون شعر افتاد که میگه زندگی خوردن و خوابیدن نیست، دقیقا. زندگی جاری شدن است. دقیقاً همینطور هست. یعنی که پر از حرکت است، پر از پویایی است که ما بتونیم فعالیت کنیم در او، تلاش کنیم، کوشش کنیم و اتو نیست که فقط در یک گوشه بشینیم و صرف برای خود زندگی کنیم. دقیقاً و این واقعاً ما در بین ما خیلی به اشتباه جا افتاده که میگن خب یک شخص این وقت این شکلی میبینن میگن خب این آدمی هست که قانع هست، بسیار کم توقع است. این کم توقعی و قناعت این شخص نتیجه این هست که خب هیچ هدفی رو در زندگی خودش نداره، هیچ هدفی که بخواد پیشرفت داشته باشه. بله، خودتون انسان ها معمولا انسان های افسرده هستن که فکر میکنم دچار اختلالات رفتاری هم باشن، منزوی هستن و هدفمند نیستن در زندگی، یعنی انگیزه برای زندگی ندارن. تشکر خانم عالمی، زنده باشین. اهداف تربیتی مستجد مان برای هفته دیگه انشاءالله. بسیار عالی، زنده باشین. از شما عزیزان هم تشکر که همراهی کردن. در هفته دیگه حتما همراه ما باشین که هدفهای تربیتی امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه را بررسی میکنیم. خب امیدوار هستیم که تا این لحظه از برنامه که همراه ما بودن خوب و عالی بوده برای شما عزیزان، مفید بوده باشه. انشالله که عمل کنیم برای همه آنها و برای زندگی خود ما هدفمند باشیم و برنامه ریزی دقیق داشته باشیم. سپاسگزار از حضور گرم همه شما و خدا نگهدارتان. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم